والی ننگرهار از کشته شدن نیک محمد مشهور به رهبر، یکی از فرماندهان مهم طالبان که جنگ در برابر دولت افغانستان را در ننگرهار رهبری می کرد، در منطقه حاجی کمپ خیبر پختونخوای پاکستان خبر می دهد. والی ننگرهار می گوید که وی با گلوله کشته شده است و دو طالب دیگر نیز در این رویداد زخم برداشتند. په پیښور کې پټنځایونه لري د سلام مشورې لپاره او همدارنګه د حمایې مرکز لري او د ده غټ مسؤلیت دا و چې په ننګرهار کې ځینې برخو کې عملیات کول، اما په اواخرو کې دوی باندې په ننګرهار کې کافی دا کړۍ راتنګه سوې ده، هم په خوږیانو کې، هم په شیرزادو کې، هم په حصارک کې دوی مجبوره سی و چې د دې ځای څخه وباسل سي. بر بنیاد این تصویرها که به تلونیوز رسیدند، طالبان جنازه این فرماندهشان را برای خاک سپاری از پاکستان به منطقه خوگیانی ننگرهار آوردند. پاکستان لپاره یو چیلنج ضرور دی چې داعش څنګه په پیښور کې یا خوښه سیمو کې یو خپل نظام لري چې هغوی خلک اوساري او بیا هغوی هدف وګرځي. در همین حال این تصویرها که از سوی طالبان پخش شدند نشان می‌دهند که یک موتر رنجر ارتش در ولسوالی بهسود ننگرهار منفجر می‌شود. در این انفجار 3 سرباز ارتش جان باختند و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. یکی از جان باختگان این انفجار حبیب الرحمن نام دارد که باشنده کابل است و پیکرش را اینجا در کابل به خاک سپردند. طالبان و ورونو څخه زمونږ دا غوښتنه ده چې نور د خارجي استخباراتو لاسنیوی ونه کا راشي، د خپل افغان دفاعي ځواکونو سره یوځای شي او خپل ولس او خاورې ته خدمت وکړه. این نخستین فرمانده طالبان نیست که در پاکستان کشته می شود. ملا منصور رهبر این گروه نیز در منطقه بلوچستان این کشور در یک حمله هوایی کشته شد.